سالی نو جویز است یا نه کنکرید نو سالی نوی که در او تشکیلی نباشد سالی نوی که در او راست نکن یاد پنگوچی نزنی این سالی نو کنیش نه نادرست است به الله مسخرگی میکنی؟ به آیات الله مسخرگی میکنی؟ به رسول الله مسخرگی میکنی؟ صلی الله علیه و سلم با شعائر اسلام تو مسخرگی و ساتیری میکنی؟ همین دوست جویز است در حد ضروری برادر درست است بعد از ایمانت کافر شدی به خاطر چی کافر شدی؟ به خاطر استهزا و مسخرگی سال نو جشن گرفتن جویز است یا نه سال نو که در او تشکیلی نباشد سال نو که در او یده شیشه نباشد سال نو که در او راست نکنی یده پنجوتی نزنی این سال نو کنیش نه نادرست است در سال نو باید تشکیلی نمایی یده شیشه یک باید نکریوت کنی دو پنجاتی نهک باید درست کرده زدن گیری این از سالی نوی حقیقی هزار احمد تشکر زیاد تشکر زیاد مندار خود را بیان میکنم با فکر که شما به سوال های خود جواب گرفتید شیخ با ما یه سوال دیگر دارم بله همه عرق خوردم جایز است یا نه عرق عرق اصلا جایز نیست برادر عرق چه جایز نیست چه خیلی جایز است که در دسترخوان نه نان است نه گوشت است نه یک خوراکی سریاز نیست چه خیل عرق را خوردن ممکن است مرحمت بکشی یک گوسپند بزه ها درست است درست درست ها گوسپند باشه گوشت باشه درست است خیلی جایز است بله اول همین نوس جایز است یا نه درست ضروری برادر درست است فهم رحمت کلان تجربه زیاد یک سوال دیگه داشتم بله یک سوال همین سیگاریت سوگاریت سیگاریت سوگاریت سیگاریت کجدم ممکنه یکنی چه اگه سیگاریت دود سیگاریت برادر این گونه سوال ها از کجا می آید به سری شما چرا این گونه سوال ها را به من می دهید سیگاریت درست نیست برادر بله دا اصلا خاص درستی خود را دارد بله چرا؟ ممکن است بعد یک پنجاتینه آزدن ممکن است یکان دانه اکی کشید یکان دانه اکی بخیر است سرم با گران گران کردی برادر مگرم بعد از برنامه یک پچکه سیگاریت افتادی هیتر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ایره خوب گوش بگیره یا آیت قرآن ایره گوش بگیره کسانی که سر قرآن سر دین سر ثقافت اسلامی سر مدارس اسلامی سر مساجد اسلامی سر علمای اسلامی سر خطبای اسلامی سر از اینا ای چی میگه روش خند میزنه یا آیت قرآن گوش بگیره و کسایی که روش خندی رو تایید میکنه یا آیت قرآن گوش بگیره اگه به قرآن ایمان داشته باشه وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ و اگر شما از این مردم ها با سوال بکنین از این انسان هایی که ایگه پاره میزنن فکایی میگن رشخند میزنن سر الله، سر رسولش، سر ملائکه، سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، سر علمای اسلام، سر مساجد اسلامی، سر مزامین اسلامی. وقتی که سر از چی شون؟ وقتی که سرشان سوال بکنی، لا یقولن حتما یا چی میگن؟ انما کنا نخوض و نلعب، ما خب ساتیری میکردیم، مذاق میکردیم. ما یک تبخوشی میکردیم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون بگو برشان أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون برازی شخص میگه
به الله مسخرگی میکنی؟ به آیات الله مسخرگی میکنی؟ به رسول الله مسخرگی میکنی صلی الله علیه و سلم؟ به شاعر اسلام تو مسخرگی و ساتیری میکنی؟ عبالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، عذر نکنی، عذرتان قبول نمیشه. قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمانت کافر شدی. به خاطر چی کافر شد؟ به خاطر استهزا و مسخرگی. امروز چقدر مردم هستن که فکاهیای رو جور میکنن سر الله، سر رسولش. اینجا میگه آمنتو بالله و فکاهیای یک تندور فلانی از بین میبرد، الله را تشبیه میکنه به امرای یک مخلوق و گپای میزنه که ما فکاهیش نمیتونم تکرار بکنم. بس از که او کافر شده و بس از که فکاهی را گفته. عبالله، همه قدر ورش میگم که تو فکاهی را که میگی عبالله و آیاته و رسوله و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا. من هم میگم که الباز مرا کس نگویه. آیات قرآن میگه قد کفرتم بعد ایمانکم، کافر شدین بعد از چی؟ بعد از، یعنی مخصوص منافقین هم نیست، برای کسی است که ایمان داره لکن چی میکنه؟ به مسخرگی و ساتیری و فکایگویی تمسخر در شهر اسلام میکنه.